روز تولدی که با دوست پسر سر بشه. خونه مجردی برای دختری که میخواد مستقل باشه. زنی که قبلا با رئیس شرکتش رابطه داشته و حالا از کار بیکار شده. مادری که همسرش تهدیدش میکنه از خونه میندازتش بیرون. اینا تصویرهایی از جامعه امروزی هستن نه؟ آپارات این هفته رو ببینید. سلام، حسن سالچو هستم. خوش اومدید به برنامه این هفته آپارات. زنان در جامعه ایرانی در موقعیت‌های غیرمنتظره چه واکنشی از خودشون نشون میدن؟ برای این هفته سه فیلم کوتاه از یه فیلمساز رو انتخاب کردیم که در هر کدوم از اونها وضعیت دختران و زنان ایرانی در موقعیت‌های متفاوت ترسیم شده. این سه فیلم از ساخته‌های فرشته پرنیانزاد هستند، فیلمسازی که متولد سال 61 در تهران و دانش آموخته سینما در دانشگاه هنر در همین شهر هست و تحصیلات سینماییش رو در شهر پاریس ادامه داده. او ابتدا با تدوین فیلم و نوشتن داستان‌های کوتاه و فیلمنامه قدم به این حرفه گذاشته و تا حالا بیشتر از 20 فیلم مستند و کوتاه رو تدوین کرده و همین سه فیلمی رو هم که این هفته می‌بینیم در کارنامه‌اش به عنوان فیلمساز داره. فیلم تولدت مبارک اولین تجربه یه ساخت فیلم کوتاه خانم پرنیانزاده که در سال 1389 ساخته شده و جواز ورود به جشنواره مختلفی رو هم در آسیا و اروپا به دست آورده. فیلم روایت قرار عاشقانه یه دختر و پسر جوون رو به تصویر کشیده، از اون قرارهای خاصی که آدم ها توی نوجوانیشون با عشقای اولشون میذارن. بعد از دوران جنگ و وقتی فضا کمی بازتر شده بود، امکان ارتباط دختر و پسرهای جوان بیشتر شده بود و سختی ها گرچه ادامه داشت، اما بگیر و ببند خب به اون شدت سابق نبود. شاید یه دلیلش این بود که کنترل نسل جوان کمتر امکان داشت، بنابراین قرار و مدارها در گوشه و کنار اتفاق می افتاد، گرچه دلهوره هنوز بود و نگرانی ها هم. اما در کنار این، کودکان دوران جنگ حالا بزرگ شده و تربیت شده این مدارس و سیستم بودن که برخی اصول رو بر اساس سنت ها و نگرش های مذهبی ارزش گذاری می کرد و هنوز هم می کنه. بر این اساس مثلا دیده شدن موی یک زن از طرف یه نامحرم می تونست گناه بزرگی باشه، اتفاقی که در همه دنیا جز عادی ترین چیزهای زندگی روزمره به حساب میاد. وقتی تبدیل به یه ارزش یا ضد ارزش میشه، اون وقت شرایط دیگری در اطرافش به وجود میاد و معانی متفاوتی از اون برداشت میشه، از یه تکه موی بی ارزش تا بزرگترین رویای یه آدم. فیلم تولدت مبارک رو با هم ببینیم. تولدت مبارک. فکر دختر واسه من قاطه؟ میتونستم الان یکی رو ببرم خونم هزار جاشم ببینم. من به مامانم کلی دروغ گفتم تا بتونم برای تو تولد بگیرم. بعد از کلاس. هنوز انقدر شعور نداری که وقتی به این محل کار من با این سر و وضع. مگه سر و وضع من چشه؟ آرام. چه لباس پوشیدی؟ از شرکت زنگ زدم، میرم واسه تصویر حساب. دوستش داری دیگه. سه فیلم کوتاه این هفته در آپارات. تولدت مبارک رو دیدیم از فرشته پرنیانزاد، یه درام کوتاه عاشقانه و لطیف و در این حال فیلم منسجم و یه دست با یه موضوع جسورانه که در ساختار درام اون اصل کلاسیک شخص، هدف و مشکل برای ایجاد درام رعایت شده بود. یعنی در این درام شخصی یا اشخاصی هدفی داشتن ولی در سر راه رسیدنشون به اون هدف مشکلاتی به وجود می اومد و همین باعث کشش درام و ایجاد تعلیق می شد.
اگر این قاعده خوب اجرا بشه، بیننده تا پایان با فیلم همراه میمونه. در این فیلم کوتاه هدفی شاعرانه و لطیف انتخاب شده بود، دیدن گیسوان دختر، گیسوانی که تا حالا هیچ نامحرمی ندیده. تولد مبارک فیلمی است که مبنای ساخته شدن اون حسی که در ادبیات و شعر ایران زیاد دیده میشه، عشاقی که به دیدن یک تار موی یار دل بستن. ولی وقتی که با مقنعه و تعالیم مذهبی و سنتی خانواده ها و بگیر و ببندها در کار باشه، این چند تار مو یه معنای دیگه و یه کاربرد دیگه هم پیدا میکنه. فیلمساز در این حال با هوشیاری به موضوع حجاب و خوبی یا بدیش ورود نمیکنه و اجازه میده که فیلم همچنان در سویه شاعرانش باقی بمونه. خب شما چقدر از این تجربه داشتین؟ برام بنویسید. ولی فیلم بعدی برنامه امشب از خانم پنیانزاد با نام بعد از کلاس درباره یه خانم معلم و دخترش هست. معلم‌ها فقط معلم نیستن، بلکه خودشون پدر و مادرم هستن. در این فیلم با خانم معلمی آشنا میشیم که با دخترش مشکلاتی داره. حالا دیگه اون دختر معصوم دبیرستانی بزرگ شده، وارد اجتماع شده و میخواد مثل نسل قبلی یا مادرش نباشه. خواسته های خودش رو داره و میخواد مستقل باشه. او به مواجهه مادرش میره، زنی که برای بقا در این جامعه همه چارچوب ها رو قبول کرده. بعد از کلاس رو ببینیم از فرشته پرنیانزاد. تو منو دوست نداری، تو دروغ گفتی منو دوست داری. تو منو دوست داری؟ من فقط ازت یه چیز خواسته بودم. من میخواستم موهامو نشونت بدم. تا حالا موهای من هیچ نامحرمی ندیده. تو چته رویا؟ چرا مثل بقیه نیستی؟ نمیخوام باشی. حتی اگه مادرت راضی نباشه؟ من زندگی خودم. حق من نیست رو بیان. حقت هم نیست که شوهرتو دوابت بگه از خونش بیرونت میکنه. پس برگشتی؟ نه، اومدم واسه تصویر حساب. پولایی دادم؟ آره، امروز انگار یه چیزایی ریختن به حساب. خواهی ببریش؟ نباید بذارمش؟ نه، کسی این سوه شاب بده. بعد از کلاس رو دیدیم ساخته فرشته پرنیانزاد. تصویر آشنا از مکالمه های مادرانه و دخترانه و در این حال زندگی از دست رفته یه خانم معلم و دختری که میخواد مستقل باشه. این فیلم از جمله فیلم های منتخب فستیوال معتبر کلمانت فرانسه در سال 2013 بوده. یه درام کوتاه که از عنصر جدل دو شخصیت برای پیشبرد داستانش در یه مکان خیلی خوب استفاده کرده. فیلم با وجود محدود بودنش به دو شخصیت و یه جدل به خوبی از فضا استفاده میکنه و همین جدل و پرسش‌های بنیادینی که در فیلم مطرح میشه بیننده رو با خودش همراه نگه میداره. فیلم شعار نمیده و دیالوگ‌هاش هم کاملا ملموس و پذیرفتنی به نظر میرسیدن. شما برام می‌نویسید که این داستان چقدر براتون آشناست. آیا خودتون تجربه مشابهش رو داشتین؟ چقدر اطرافتون از این نمونه ها دیده میشه؟ در فیلم بعدی که امشب از خانم پرنیانزاد میبینیم، دختر مستقل شده‌ای که با همسر و یا دوست پسرش زندگی میکنه دچار مشکلی در محله کارش شده. این مشکل هم برای بعضی ها خیلی آشنا میتونه باشه. فیلم آرام در سال 1395 ساخته شده و میتونه در ادامه همون روایت های خانم پرنیانزاد
از زندگی زنان در ایران تلقی بشه. با آرام آشنا بشید. اگه راضی نیستی میخوای نکن ها؟ میخواستم خوشحالت کنم. باشو جمع کنیم مسخره بازی رو خونه. من وسلامو بردم. همین الان میری همشو بر میگردونی سر جاش تا محسن نفر. من به اون چی کار؟ از من چی؟ آبروی من چی میشه؟ من بر نمیگردم. 10 دقیقه تاخیرم غیبت رد کرده. باش حرف زدی؟ اومده؟ آره. چرا خودت باهاش حرف نمیزنی؟ من چرا؟ به تو نه نمیگه، من علکی انداخته رو. الان برم چی بگم؟ علکی هم که نبود. چی کار به هم میکردم؟ آرام رو دیدیم، ساخته فرشته پرنیانزاد. این فیلم هم از جمله فیلم‌های منتخب بخش سینه فونداسیون جشنواره کن در سال 2016 بوده و به نظر میرسه که در اون فیلمساز در کارگردانیش در قیاس با فیلم‌های دیگرش به بلوغ بیشتری رسیده. در فیلمنامه این فیلم کوتاه هم فیلمساز به درستی از عنصر راز و برملا کردن اون راز در پایان فیلمش استفاده کرده بود. خب فرصت بیشتری نداریم برای ادامه صحبت، با ما از طریق راه‌های ارتباطی که همینجا داره زیرنویس میشه در ارتباط باشید و نگاه و تجربیات خودتون رو با ما در میان بذارید. تا فرصت دیگه، بدرود و پاینده و مراقب خودتون باشید.